نشست علمی روزانه آیتولال ازما سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه دهم سفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیتولال ازما شیرازی در این نشست در رابطه کیفیت به جا آوردن مستحبات فرمودند، مرحوم صاحب جواهر در باب مستحبات و مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی در کتاب الدعا و الزیاره مفصل بحث کردند که در مستحبات جایز است که انسان قسمت از آن را انجام بدهد مثلا بخشی از دعای کمیل یا دعای سمات را بخواند یا در نماز شب فقط چهار رکعت بخواند معظم الله در ادامه فرمودند مرحوم صاحب جواهر بدون آنکه نام کسی را بیاورد میگوید بعضی از فقها اشکال کردهاند و گفتهاند این خلاف عبادات موظفه است اما ظاهرا مشهور قبول کردند و من خودم هم فقیه مشخصی را ندیدم که به این موضوع اشکال کرده باشد ایشان در رابطه با مستحباتی مانند لعن و سلام از زیارت آشورا فرمودند اگر انسان به جای صد بار لعن و سلام یک بار بخواند و بعد بگوید معت مره که در حقیقت عبارتی اضافه می شود این اضافه کردن از دو جهت است یک جهت که سابقا مفصلا بحث شد که از روایات مختلف در ابواب گوناگون استفاده می شود که در باب اقتضائیات، مستحبات و مکروهات توسعه است لذا از این باب گفتن یک مرتبه لعن و سلام و معتمره مره را ذکر کردن اشکال ندارد و جهت دوم آنکه شاید این مسئله شامل قاعده میسور بشود قاعده میسور یعنی در شرایطی شاید نتوان به تمام تکلیف عمل کرد اما عمل به بخشی از آن امکان پذیر باشد انجام مقدار ممکن از یک تکلیف به دلیل قدرت نداشتن بر انجام آن به طور کامل را قاعده میسور میگویند آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند البته قاعده میسور بیشتر مربوط به واجبات است و در مستحبات حتی اگر انسان دچار حرج و ضرر نباشد یا حال حوصله ندارد چنانچه بخشی از مستحب را به جا آورد یا در ازکاری که وارد شده که چند مرتبه خوانده می شود یک مرتبه بگوید و بعد مثلا بگوید معت مره اشکال ندارد و احتمالا شبهه حرمت و بدعت شامل آن نمی شود. با هم فرمایشات آیت الله عظما شیرازی را ببینیم و بشنویم نه اضافه نمیشه کرد هشت رکعت نماز ده دو رکعت به دعت عبادت عبادت دلیل میخواد ولی حالا بعضی صاحب جاهل نقل میکنه اسمش هم نمیبره کی گفته حتی چهار رکعت خوندن مشروع نی اما ظاهرا اشکال نداره چون در باب صحابه توسعه است وقت توسعه معنی که زیاد بکنه ده رکعت نماز شب بخونه نه اشکال نداره. نه نه هیچ کلمش روایت نداره هیچ کلمش روایت نداره اما عرض کردم از مختلف ادله که یه وقتی بحث مفصل شد برداشت میشه که در مصاحبات مطلقات توسعه هست مگر در جاهایی که مسلم نیست توسعه یعنی فرض کنید نماز میخواد بخواد نماز شب سوره حمد نمیخونه نه نمیشه لا صلات الا بفاتحة کتاب تنها من دیدم علامه حلی در کتاب تحریر که یکی از کتاب باشه میگه حتی سوره حمدم لازم نیبخونه اما ظاهرا تو های دیگه ایشون هم چی فتوایی نداره یعنی اگر در باب مستحبات من کل جهتن توسعه هست مگر یه جهاتی که اجماعی باشه ارتکازی باشه اینا لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزده دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید